سلام عرض میکنم و درود میفرستم خدمت تک تک شما عزیزان بزرگوار. امروز باز عروض پیتزا خوردنه. من معمولا دو تا پیتزا درست میکنم واسه دو تا دختری که دارم. امروز هیچ کدومشون نیومدن چون دانشگاه. اینه که خودم مجبور شدم چون که این خمیر رو چند روز پیش درست کردن و 4-5 روز ازش میگذره دست به کار شم. حالا واسه دخترم نوشتم ازشون گفتم ما میخوریم ولی کی میام خدا میده. من دیگه اما رفتم تو کارو درست کردن. ببینید عزیزان، من نمیبینم متاسفم طبق معمول شما چی اونجا میبینید. من تو اینی که اینجوری میکشم خودم با دست، هزار دفعه گفتم برقیش هم دارم، اینو دوست دارم. گرفتم این مواد روی خمیر رو حاضر کردم به این صورت که این خمیر رو یعنی تایگ به اسم آلمانی بهش میگن از قبل آماده کرده بودم، همون دیگه شهرش رو هیچ وقت ندادم تا حالا. همون خمیر جادویی معمولی نمیدم که همه جا میتونی شهرش رو بخونی. حالا چه اجباری که من بیام یک شهر بدتری واسهتون بگم. خوبش رو دوستان که آموزش آشپزی میدن واسهتون گفتن. من اینو درست کردم از قبل، نصفش نون کردم، نصفش رو شرودل کردم، یک کمش رو شرودل کردم، بقیهش هم دو تا پیتزا همیشه میذارم. اینم میذارم توی یخچال که هر وقت بچه ها گفتن میام همون روز آماده داشته باشم. این پنیر خیلی وقت پنیر از بازار میخریدم آماده، اونا خوب نیست، راستش اونا خوب نیست، هم اصلا باب طبع من نیست. بعد هم میپزی اون تردی و خوشمزی معمولی نداره. من هرچی رو باید بپزم بچه هم دیگه قبول کردن که پیتزا هم خیلی خوبه. خلاصه اینم هر روز یک جوری این سوسش رو درست میکنم. من گفتم متاسفم نمیدونم شما چی میبینید، امیدوارم ببینید. این سس گوجه فرنگی، یک نصف پیاز ریختم توش، چند تا حبه سیر و دیگه نمک و نمیدونم آویشن و چرت و پرت قاطی کردم. خب این مزه میگه هر مزهش بهتون چسبید همون خوبه. ببینین از اینجا شروع میکنم. معمولا پیتزا رو اساتید از وسط شروع میکنن. روز من میخوام پیتزا گیاهی باشه، تون پیش نمیریزم، گوشت چرخ کرده نمیریزم، دارم اما نمیریزم، بلکه قارچ هایی که خودم درست کردم عزیزم. این قارچ هایی که الان بهتون نشون میدم خودم آماده کردم، خودم شستم، خودم تیکه تیکه کردم، خودم با بعد جاشم چون قارچ خود سخته با کردنش. آره اینا رو ببینید، اینا خودم درست کردم. الان اگر اجازه داشتم یکیشم اینجوری بخورم که خیلی خوشمزه. فکر کنم که الان خوشگل شد و اون قارچ هم میاد روش اینجوری. آخ پنیر، پنیر ها یادم اول باید پنیر میریختم. ببخشید ولی فرقی به اون صورت نمی کنم. اول باید پنیر ها میریختم. ما همیشه از این کار ها میکنیم. ببین پنیر ها میریزم، چون پنیر ها من بعضی وقت پنیر ها میگیرم واسه این خرابش میزم تو جای اخیر. اگر یخ زده باشه روی رو هم بریزه اشکال نداره، ولی وقتی مثل الان یخ زده نیست بهتره که زیر این موادی که میاد روش بریزید، چون اگر ممکنه زود خیلی زود بسوزه و مجبور شید پیتزاتون زود در بیاد. خب البته باز من پیتزام که درست میگم آماده هستم که همه راهنمای شما عزیزان رو گوش بدم چی کار کنم بهتر بشه، چون هر کسی بالاخره تجربیاتی جمع کرده در این، به خصوص خانمای عزیز و گرامی که درسته که آشپزای خوب معمولا تو رستوران ها، تو هتل ها، تو جاهای که غذای خوب میدن مردن، ولی در کل خانم ها تجربهشون بیشتر از آقای. نگاه کنید حالا این قارچه های میدم رو، خیلی این قارچش خوشمزه است، یعنی که قشنگ تو روغن سرخ کردم، یه 3-4 ساعتی رو این قارچه کار کردم عزیزم. کاشکی که آره اینجوری میدم که بره توش اینجوری، نمیدم زیاده کمه اینا، فکر نکنم بچه قارچ دوست دارن و این قارچه هم به خصوص این قارچه که الان
سرش دعوا ستون اگر بیان. فقط این نمکی که میبین نمک با کنوبلاخ، یعنی با چیزه، با سیری، خود سیرم داره، یعنی یه خوردم میرزم روش، نمکش خوبه ها، ولی به خاطر یه خوردم از این میرزم که دیگه فشار خون رو ببر رو 400. خب ازم دیدین این از این دیگه اونجا که میرم بیزن تو فر شما نمیبینین، دوربین جور دارستم که شما نبینید چی جنایت که. حالا اینو میذارم اینجا. خب بریم به نام خداوند جان و خرد، از این اندیشه برتر نمیدونم بر نگذرد دوستان. خب عزیزم درست 24 دقیقه گذشت، پیتزای ما حاضره، در آوردم که دیگه پنیراش نسوزه. عزیزم اینجا ببینین این پیتزا الان حاضره. البته وقتی که خمیر، این خمیر ما الان تقریبا یک هفته میشه تو یخچال داشتم، خمیر خیلی بمونه بعد یه تاش میچسبه، خمیر دیگه اونجوری که بخواین به حساب لوفتیک میشه که یعنی خوب باشه، اسفنجی بشه، نمیدونم چی بشه، نمیشه. ولی چیزی که هست میخوام به شما بگم، فرها فر شما مثل فر ما، مثل فرهای تمام دنیا دو طبقه داره، چون طبقه بالاش از طبقه پایینش گرانتره. اینه که بعد از تقریبا 12 دقیقه 13 14 15 دقیقه جای این پیتزا رو عوض کنید، هر دوش مثل همشه تقریبا، چون تا 10 دقیقه که بزرگان این فن میگن نباید در چیز باز کنید، در فر رو باز کنید، ولی از اونجا به بعد تقریبا نصف وقت این یکی بالا باشه، نصف دیگه اون یکی. متوجه چی میگم؟ ببینید ترشم نچسبه، من خیال کردم که چون که بالاخره داغه داغه، اگه واسه میخواد سرچه بعد خودش اتوماتیک میاد بیرون. ببینید قیافتون که عالیه دیگه، این واسه دخترامه، ولی چون که الان نیستن مجبورم که این حداقل نصفش خودم بخورم. دوستان عزیزم ها میخوام ببرم ساعت سرچ، این یکی ببرم چون یه خود سرکم سرد شه، الان نمیشه دستش بزنم. نگاه کنین آها، خیلی خوب ببین آها، اگر که سرچه پاره خودش کم نمیشه. حالا یه چیزم بیارم که بارششم بدم. ببینیم اینم یک بارش. هم دوستان ایرانی دوست دارن وقتی که پیتزا رو پیتزاشون حاضره بکنن همه اینجوری بردارن که این پنیر یه خورده کشم بیاد و بگن به 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 مادر به گرخد با این پیتزا. از دار همینه دیگه، خواهد دیگه که نیست که شو بده با دیگه از پیتزاست دیگه، پنیر ریختم روش، خارچانم ریختم و خوشمزم هست حتما دیگه، نمیتونه مثل شما رو نون معمولی هم این پنیر رو بزنیم بزنیم آبشه خوشمزه بشه. عزیزم ممنونم که تماشا کردین، تا ویدیو بعدی همه شما عزیزان را به خداوند جان و خرد می سپارم. روز و روزگار بر همه شما خوش.